مخاطبان تلویزیون اینترنتی سپاهان خیلی مخلصیم، امیدوارم حالتون خوب باشه. برنامه سپاهان سلام، سپاهان تیوی، استدیوی معروفمون در ورزشگاه نقش جهان و در آستانه دیدار تیمای فولاد مبارکه سپاهان و سرعت نفت آبادان دیدید که از ساعت قبل تیم ما مستقر شده بودن. حواشی ورزشگاه، گرم کردن دو تیم، سکوهای طلایی و بقیه ماجراهایی که از سپاهان تیوی سراغ دارین رو پخش کردن و برای که با کارشناسی بحثمون رو ادامه بدیم و بعدم بازی و بین دو نیمه دوباره میایم پیش شما، آخر بازی و کارشناسی مجدد و کنفرانس خبری و همه اتفاقاتی که دیگه میدونید که اختصاصا متعلق به سپاهان تیوی. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. ما توی لیگ قهرمانان آسیا هم که دلمون می‌خواست برنامه داشته باشیم، حالا چه از بازی با نیروی هوایی عراق چه بعدش که اون بازی که برگزار نشد با الاتحاد، طبق استعلامی که گرفتیم افسی اجازه برنامه اختصاصی به سایر حالا تلویزیونایی که قرارداد نداشتن چون حق پخش رو به هر حال میفروخته رو نداد و ما نتونستیم داشته باشیم. هرچند حالا تیممون برنامه های آفلاین داره که بعدا در قالب مستند پخش خواهد شد، ولی برنامه زنده اگر نداشتیم دلیلش همین بود. بازی با الاتحاد هم که با همه سکوی فوق‌العاده‌ای که داشتیم، جو و شور فوق‌العاده‌ای که بود، دیگه همه می‌دونید که چه اتفاقاتی افتاد. طبق مواضع باشگاهمون پیش می‌ریم و در انتظار رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا هستیم. طبیعتاً هر موضعی که باشگاه داشته باشه اون موضع رسمی همه ما سپاهانی ها خواهد بود. طبق اون پیش میریم و چشم انتظار رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا هستیم. حالا موضع گیری های از طرف وزیر امور خارجه کشورمون شده بود که در تماس مشترک با همتای سعودی خودشون هر دو طرف تاکید کرده بودن به اینکه بازی تکرار بشه و از نظر دو طرف تکرار بازی اوکی هست. حالا منتها باید دید که در این اتفاق نظر مشترک و نظر AFC راجع به این قضیه چیه، باید بالا منتظر بمونیم که ببینیم که چی میشه. فولاد مبارکه سپاهان و صنعت نفت آبادان و دو مهمان گلی که داریم، دو چهره‌ای که این روزها و این سالها در عرصه مربیگری نامی بزرگ شدند و خیلی از بازیکنهایی که این روزها نامشون رو میشنویم به هر حال شاگرد این دو عزیز بودم. سعید جهانگیری مربی دوست داشتنی که در مکتب سپاهان در اقامت تیمای مختلف به سپاهان عزیز خدمت کرده، این روزها سرمربی تیم فوتبال سپاهان ب هست. جواد ماهری بازیکن سابق سپاهان، قهرمانه هایی که با تیم محبوبون آورده و چند سالیه که وارد جرگه مربیان شده، حالا در اقامت سرمربی قهرمانه با تیم جوانان رو داشت و این روزها هم در کنار سعید خان جهانگیری میخوان که سپاهان ب برای فصل آتی به لیگ دست دوی باشگاه ایران صعود بکنه. سعید خان خیلی مخلصیم، خوش اومده. درود عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیزمون و همه همکاران عزیزی که اینجا حضور دارن، امیدوارم که همه سلامت و تندرست باشید. در خدمت جواد. حالا چطوره جواد ماهری؟ مرسی، منم عرض سلامت و احترام دارم خدمت شما، همکار زحمت کشتون و بینندگان محترم شبکه اختصاصی سپاه. سعید خان راجع به بازی امروز بگو تا بعد بررسی بکنیم ترکیب. خب بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. عرض کنم که به هر حال جناب رمضانی یه فاصله نسبتاً طولانی افتاد بین بازی‌های رسمی سپاهان و اون ریتم بسیار امیدوارکننده‌ای که سپاهان گرفته بود به خودش. بله. در شروع فصل متاسفانه یه مقداری با وقفه مواجه شد و باز متاسفانه بازی آسیاییمون هم که کنسل شد و این بازی به هر حال اولین بازی بعد این مدت وقفه است که امیدوارم که سپاهان به اون شرایط آرمانی خودش مجدداً دست پیدا بکنه و روند خوب خودش رو ادامه بده. به هر حال به لحاظ آماری عمل کرده سپاهان تو 4 بازی اول بسیار خوب بوده و امتیاز کامل ها گرفته
و فکر میکنم که در ادامه هم این روند ها بتونن انشاءالله حفظ بکنن. چیزی که وجود داره سه تغییر ما نسبت به آخرین نارنجی که داشتیم قبلا، این سه تا تغییر دارند تیم سپاهان که حالا احتمالاً شاید اجباراً بوده یکی دوتاش و یکی دوتاش هم اختیاری، یکی نه نفرشون فکر کنم اختیاری و دو نفرم اجباراً تغییر داشتیم به دلیل مصدومیت و محرومیت. بله، ولی سپاهان نشون داده که نفرات بالا هم به هر حال اونایی که بیرون هم هستن کیفیت بسیار خوبی دارن. عیسای آل کسی که به هر حال توی بازی‌های دوستانه هم زحمت زیادی کشیده و الان که کارت بازیش هم صادر شده به فال نیک می‌گیریم، مواجه شده شاید با مصدومیت شهریار که امیدوارم عمل کرده خوبی داشته باشه و بازگشت با شکوهی برای هواداران سپاهان داشته باشه. تیم صنعت نفت آبادان، من اگر صحبتم طولانی شد بفرمایید که خیلی ادامه ندم، دو تا جمله هم راجع به صنعت نفت اجازه بدین صنعت نفت رو چند لحظه توی نگه دارید. جواد تو بگو نظر تو راجع به بازی امروز و مشخصا ترکیبی که خوندن. بله، خب به هر حال اگه این وقفه ای که توی همون که دکتر جهانگیری گفتن توی بازی ها پیش اومد به ریتممون و به نظم فوتبالیمون و نظم تیممون ضربه نزنه، که امیدوارم همینجور باشه، سپاهان شرایط خیلی خوبی داشته. بله چند تا تغییرم داشتیم، ولی آقای مورایس فصل قبلم نشون داده که از تمام بازیکنان بازی میگیره به یک اندازه و اونجایی که نیاز بوده، بچه‌ای هم که رو نیمکت بودن یا کمتر بهشون شانس بازی رسیده اومدن وظیفه‌شون رو به درستی انجام دادن و این یه نکته خیلی مثبت میتونه باشه واسه تیم سپاهان. و به هر حال صنعت نفت از 4 تا بازی 4 امتیاز گرفته و نشون داده که توی بازیایی که بیرون از خونه انجام داده زهردارتر بوده. امیدوارم که این مسئله امروز به مزر به نزنه. این هواداری که امروز بلند شده اومده ورزشگاه به نظرم عاشق سپاهانه. واقعیت اینه که خیلی سخته که من از خونه بلند شم بیام تو ورزشگاه بشینم 3-4 ساعت با این سختی هایی که وجود داره، با شرایط به هر حال ناخوشایند اقتصادی هم به هر حال نمیتونیم بگیم که نیست، بیایم اینجا بشینیم به یه عشقی که یه فوتبال قشنگی ببینیم کیف کنیم، کما اینکه تا یک ساعت مونده به بازی واقعا کیف میکردن. جو ورزشگاه رو که میدیدیم اصلا قبطه میخوردیم، اصلا من نگم کم بی نظیر، واقعا کم نظیر بود، جو اصلا مثال زدنی بود. وقتی با تمام این سختی ها بعد مسیر رو برگردی بری در به داغون به لحاظ روحی و بعد دوباره بلند شی بیای ورزشگاه، واقعا باید اینا رو ستود. یعنی اینا تیم رو میبرن بالا. این که میگن سپاهان خاصه، واقعا خاصه، این هوادارا خاصش کردن. به هر حال این شرایطی که الان حاکمه، امیدوارم، میگم ما چیز زیادی نمیخوایم که، ما میگیم عدالت باشه، اصلا نیاز باشه. به لطف نداریم و هیچ وقت نمیخوایم، هیچ وقتم بهمون نشده، ما میگیم عدالت باشه، یه مسیر استاندارد، یه چیزی در نیاد به عنوان کارگروه بیاد. آخه کارگروه هم بعد مصوبه مثلا فلان مصوبهش رو بعد میدن علیه این تیمی که مدیر عاملش عضو کارگروه ما بود فلان مصوبه داده عوض میشه. دقیقاً که تو بتونه یکی از بازیکناشو ثبت بکنه. میونه کلامتون همش که دکتر میگن نیاز نداریم کسی واسمون کاری بکنه، بهمون ضربه نزنن. مصداق بارزه اون ضربه مثلا معروفه که میگه مرو به خیرت امید نیست شرمرسان. این لحظه در سوت خودش میدمه تا طلایی پوشان میزبان در حالی که چند بازیکن غایب هم دارن مسابقه رو شروع بکنن. عنوان بکنم که قهرمان نجفی و سید رضا آشور ماهانی دو کمکش هستن، توپو برمیگردونه، حالا آریا میتونه نفوذ بکنه از طرف چپ، یه بازیکن روی دستشه، حالا توپو میفرسته در دهانه دروازه و گل، گل اول برای سپاهان، اسدی گلزنی میکنه در دقیقه 13 روی نفوذ آریا یوسفی. با هم ببینید این ارسال با پای راست، این ضربه سر روی نقطه کرنر، با هم ببینیم آریا یوسفی رو و این ضربه سر بین دو مدافع از زوایای متنوع با هم مشاهده میکنیم چه اتفاقی رخ داد. هر چقدر تلاش کرد فهد طالب نتونست راه این توپ رو ببنده،
میسم توهی دستم اونجا منتظر رسیدن توپ ارسال بلند روی تیر دوم ضربه سر رو میزنن. حالا در این سمت یه بار دیگه زکی پور توی محبته جریمه و گل. ستاره این بازی کسی نیست جز آریا یوسفی، البته با کمک فهد طالب. اینجا توپ خورد به سنگرگیر و ببینید فهد طالب مثل یک دروازه‌بان مبتدی عمل کرد. این ضربه پای چپ و کسی حتی یه جورایی هم تغییر مسیر هم داد، یه کوچولو فکر کنم خورد به بازیکن بدون بدن بهشون فرصت بدن. یه بار دیگه این بار فهد طالب راه رو میبنده به مهاجمان سپاهان. با پای چپ فرشاد بلند تیر دورتر، یه بار دیگه ضربه سر و دوباره توپ بیرون رفت. حالا دوباره یوسفی در این سمت یه نفوذ دیگه، یه تو سر توپ عالی با گل سوم ایصال کسی. چه کرد با این حرکت زیبای خوده، این حرکت از گلش قشنگتر بود. نگاه کنید اینجا چقدر فضا داده بودن مدافعای نب و بازم توپ خورد به پای حسین سنگرگین و بازم تغییر مسیر داد تا فهد طالب دروازش باز بشه. با هم ببینیم اینجا زد تو سر توپ، سنگرگین روی زمین افتاد، نه نخورد توپش بهش نخورد و حتی آل کثیر هرچند که از دست دادن 4-5 تا بازی یکم کار رو برای این بازیکن میتونه سخت بکنه. علی یوسف یه حرکت عالی، خود علی یوسف داخل محبته اعتقاد به خطای هند داشتن، اونجا خطای هند هم گرفته شد هرچند که نیازمندم توپو گرفت. حالا توپ فرستاده میشه در دهانه دروازه. حالا عباره دیگه یک سر از راه دور در برگشت و گل، گل چهارم، گل چهارم رو میزنه سپاهان. بازم آل کثیر خودش رو دو گله میکنه. آل کثیر دو گله شد و سپاهان چهار گله. اشاره کردم نیمه دوم هم خیلی سخته برای تیم صنعت نه و بازم خوشحالی هواداران سپاهان این سر به از راه دور. فهد طالب توپو درست دفع کرد در مقابل پاهای آل کثیر، شلیک سنگین فرشاد احمد در واقع علی کریمی. با هم ببینیم از این فاصله ضربه رو زد سید محمد کریمی. ببینید سید محمد کریمی بود که ضربه رو زد و توپ رو برگشت داد فهد طالب. در توپ برگشتی رو احمد یوسف یه پاس فوق‌العاده و واکنش نیازمند علی یوسف بود که بعد به تراکتور رفت پرسپولیس. یه موقعیت عالی برای نفت در مقابل دروازه و حالا نفت یک از گل‌ها رو پاسخ میده. طالب رینکانی کاپیتان نفت دروازه سپاهان رو باز میکنه. تیم سپاهان روی این صحنه خط دفاعیش جا موند و طالب ریکانی با این ضربه پای چپ دروازه نیازمند رو باز کرد. روی توپ دریافتی از امیر محمد پناهی زکی پور جا موند و توپی که توی دروازه قرار گرفت. توپ بلند پیام نیازمند، نتیجه 4-1 شد. بازم ببینیم حرکت امیر محمد پناهی رو، پاسی که داد و یه بار دیگه تیم نفت یه ضد حمله، یه فرصت فوق‌العاده برای تیم نفت. چه پاسی و چه فرصتی از دست میره. نیاز به این گذشت نبود از سوی علی یوسف. حرکت بازیکنای نفت، ساختار دفاعی سپاهان هم یه مقدار داره آسیب پذیر نشون میده. قطعا آقای مرایس این مسائل رو زیر نظر داره. نیلسون جونیور به جای رضا اسدی میخواد
به زمین بره. ببینید شاید نیاز نبود دیگه اینجا پاس بده علی یوسف، از کمند یزدانی عبور کرد، اینجا پاسو داد و کمتر بکنه به سمت چارچوب و توپ با اختلاف بیرون رفت و تموم میشه بازی. پایان این مسابقه با برتری 4-1. خب تشویق ایسلندی رو داریم میبینیم، همون تشویق معروف همیشگی. چه تصاویر خوشگلیه. خب تصاویر خیلی خوشگلی رو دیدیم و هنوزم داریم میبینیم، تشویق ایسلندی و شعارهای قشنگ هوادارا و آهنگ قشنگی از محسن کدخدایی که در ورزشگاه تنین انداز شد. خیلی برد خوبی بود، کیف کردیم آقای رمضانی. بله بازی خوبی دیدیم، مخصوصا که حالا چند بارم تکرار میشه ولی بعد از وقفه‌ای که داشت سپاهان و نبود چند مهره تاثیرگذار، به هر حال شروع مجدد خیلی خوبی داشتن. انشاءالله که ادامه دار باشه و تداوم داشته باشه و این هواداره عزیز که واقعا باید قدرشون رو دونست و از حضورشون لذت برد، بله. به هر حال خوشحال همیشه ورزشگاه رو ترک بکنن و پای گیرندشون کیف کنن. امیدوارم تداوم داشته باشه هم توی لیگ، هم تأکید میکنم که توی جام باشگاه‌های آسیا انشاءالله بتونیم یک روند خیلی خوبی داشته باشیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مردم خوب اصفهان، تبریک میگم به باشگاه خوب سپاهان خاطر برد امروزشون و امیدوارم که تو هم مسابقات باشگاهی در مقابل رقبای ما بتونن بازیشون با پیروزی پشت سر بذارن، هم توی مسابقات آسیایی به اون جایگاهی که حق فوتبال مملکتمون است برسن و برای مملکتمون افتخار آفرین باشن. در مورد بازی امروز هم که خب ما نیمه اول واقعا اونقدر ضعیف بازی کردیم که در مقابل یه تیمی مثل سپاهان که خودش رو آماده کرده برای توی دو تا مسابقات مختلف، هم باشگاه‌های خودمون هم باشگاه‌های آسیا نتیجه بگیره و برای قهرمانی بسته شده، وقتی شما ضعیف بازی کنین قطعاً جریمه میشین و فکر کنم با بدترین شکل ممکن تو نیمه اول ما جریمه شدیم، سخت تنبیه شدیم، سه گل خوردیم و شاید میتونستیم گلای بیشتری هم بخوریم. تو نیمه دوم فکر میکنم با تلاشی که بازیکنانمون داشتن، در واقع اون چیزی رو که استحقاقش رو داشتن بهش رسیدن، تلاش کردن و میتونستیم توی نیمه دوم با توجه به موقعیت‌هایی که به وجود آوردن صاحب گلای بیشتری هم بشیم و انتظارمون هم بیشتر از این بود که توی نیمه اول اینقدر ضعیف بازی نکنیم، اما خب فکر میکنم بعد از یه وقفه 38 روزه و اینکه ما دوتا بازی خوبمون رو توی شهرمون از دست دادیم، بازی نکردیم، اومدیم در مقابل یه تیم قدرتمند قرار گرفتیم، مسلماً رومون تاثیر منفی گذاشت و جریمه شدیم. و once again because they started the game very well strong. The first half was in my opinion a very good first half with good quality, with good team game. Offensively, defensively, the team was compact and it was a pleasure to see them play. خب بیاین راجع به بازی شروع بکنیم. بازی رو خیلی خوب شروع کردیم، در اصل میشه گفت که عالی بودیم. نیمه اول از همه نظر عالی بودیم، کیفیت تیمی ما خیلی خوب بود،
چه از نظر هجومی چه از نظر دفاعی و باعث افتخارم بود که همچین بازی از تیم خودم مشاهده می‌کردم. The second part I want to say thank you for the fans that were here because they were important and they were supporting the team from the beginning until the end and it was really also something important to see and it makes me happy to see the enthusiasm of the fans and the support they are giving to the team. Because it was not an easy game. We think that is it was because of the result. We can think that the game was easy, but it wasn't easy. They did it in a way that the game looked like easy, you know. And for that reason, I start to congratulate the players for this. و نکته دوم که میخواستم بگم اینه که از هوادارانمون تشکر میکنم. اونها از اول بازی تا آخر بازی به صورت کاملا مشتاقانه از تیمشون حمایت کردن و این باعث خوشحالی ماست. خیلی مهم بود برای ما، این بازی بازی ساده ای نبود علیرغم نتیجه ای که کسب شد، چون با برد پرگلی داشتیم. دلیل برای این نیست که بازی ساده ای بود و به همین دلیله که خیلی خوشحالم از بابت این بود. It was about substitutions and I want to say thank you for the players who came into the game. And I want to say thank you for the following reasons. و نکته سومی هم که می‌خواستم خدمتتون بگم راجع به تغییرات ما بود و تعویضی‌های ما که به بازی اومدن. تشکر می‌کنم ازشون و اون دلایل بعدی که قرار داشته باشیم براشون. Most of them they are coming from injury. بیشتر اونها از مصدومیت برگشته بودن و خب آسون نبود که بعد از مصدومیت شما بیاین به بازی برگردین. دو روز تا سه روز بعد از مصدومیتتون شما بخواین وارد بازی بشین. So hopefully in the future they will be able to help the team in a different way, but thank you for the effort they could do. They have to do more, but what they did was what they could. So thank you for that reason also. قطعا در آینده کمک بیشتری میتونن به ما بکنن، ولی تا همین جای کار هم کاری که کردن برای ما قابل احترام بود و ازشون تشکر میکنیم. Congrats for you. And there's a point that Sepahan, coach of Sanad Naf mentioned that Sepahan was a good team at the first half, and even Sepahan could have scored more goals on the first half. But at the end, 20 of ending the match, somehow they got closer to the Sepahan and scored a goal. Was this the reason that because of your substitutes or because of the your scored goals that that your players somehow didn't want to score more goals so they pushed back because of the distance? You know, I wanted to understand the reasons why, but I don't want to speculate. So. My kind of attitude is to respect the opponent, and respect the opponent it means that I have to give my best all the time. So if we couldn't have this, that's why I was saying that the substitutes, when they came in, probably most of them, they are not playing, most of them are coming from injury, they didn't play for a long time, and I can understand that they couldn't give their best in these minutes that they had opportunity to play. But obviously that I want more from them because I want the team to keep the same level or to increase the level when I change a player. Because he's a fresh player that is coming into the field, he should run more than the ones that are coming out from the field because they were tired. Okay. برای خود من هم یه همچین موضوعی سوال بود، ولی خب نگرش من نسبت به این موضوع احترام به حریفمه. این احترام به من به حریفم هم بیشتر از این میاد که بهترین خودم رو برای ارائه داشته باشم. خب ما اون بازیکن‌ها به دلیل اینکه مصدوم بودن و
از مصونیت برگشته بودن نمیتونستن بیشتر از این، حالا بعد از اینکه از مصونیت برگشته بودن، بخوان برای تیم بگذارن و منم بهشون احترام میذارم. چیزی که هست اینه که بله، بازیکنی که تازه وارد زمین میشه باید نفس تازه تری داشته باشه، بیشتر بدوه، ولی خب این چیزیه که ما از بازی‌های بعدی ازشون انتظار خواهیم داشت. متشکرم. سال بعدی پس سلام باشید. خوبیمون پس از ماه After months, we have seen that Sepahan, Issa Ali Kassir was in the squad of Sepahan. And he wanted to ask about the quality of Ali Kassir, and he scored 2 goals. And what is the situation of Mogandu? As you used to hear me talking, you know, I didn't speak about any individually player, you know, because for me what is important is how they work as a team. I think as anyone else, you know, they need to put their quality in the service of the team, and Ali Kassir, he did what he had to do. So he's here to score goals, he's a striker, he's a quality player, and he did what he had to do, included in a team organization that he was focused to, you know, to fulfill the organization of the team. That I'm happy to see. But this is what I want from everybody. So it's nothing special. I normally don't individualize a player because they are all important. You know, in certain moments, more important than others. But they will all have their important moments in the team if they really want to be important. About Mogalu, like I'm saying, Mogalu is injured. We couldn't count with him, but we had to count with other players, you know. So I'm not the guy normally to cry over difficulties or troubles. You know? So for me, life is like it is. And if we have troubles, we have to solve them. If we can't solve them, we have to continue to work to be able to solve them in the future. Life is like this. This is the way I understand life. There is no drama. I didn't know if we were supposed to win or not. So we did a good game. They are working hard every day. And I believe in them, all of them. I hope that Mogalu will return as soon as possible, but now he's injured and he will be injured for some weeks. خب همونجور که از من هم قبلا شنیدیم، متوجه شدیم که من معمولا راجع به فرد در تیم صحبت نمی کنم. چیزی که مهم اینه که بله، هر فردی سعی میکنه که کیفیت خودش رو توی بازی نشون بده، در تیم نشون بده، و من به عنوان یک تیم فکر میکنم راجع به تیمم. بله، عیسی آل کثیر 2 گل زد و تونه خیلی خوب تونست توی سازماندهی تیمی ما جایگیری کنه با تمرکز بازی، و این چیزی بود که من از همه میخوام، نه فقط عیسی آل کثیر. همونجور که گفتم، نمیخوام تیمم رو بر محوریت فرد بگذارم، همه برای من مهمن. بعضی از مواقع، بعضی از بازیکنان شرایط خاص مهمتر از بقیه میشن، ولی خب همه بازیکنان توی لحظاتی قطعا مهم خواهند بود. میدونین که خب ما روی بازیکنان مصدوم نمیتونیم حساب کنیم، مصدومیتایی که چیزی هست. من عادت ندارم که برای مشکلاتم نق بزنم یا حتی گریه بکنم. معمولا زندگی من اینطور بوده که اگر مشکلی هست حلش میکنیم، و اگر نتونستیم در اون لحظه حلش بکنیم، تلاشمون رو بکنیم که ادامه بدیم تا اون موقعی که بتونیم مشکلات رو حل بکنیم. زندگی برای من اینطور تعریف شده و هر روز سخت کار میکنیم، تمام تلاشمون رو انجام میدیم و تمام تلاشمون اینه که بتونیم کارمون رو انجام بدیم. راجع به مقانلو هم بخوام خدمتتون بگم اینه که خب بله، مقانلو دچار مصدومیتی شده، امیدوارم سریعتر برگرده و خب مصدومیتش احتمالاً به مدت 7 هفته خواهد بود. چون مصدومیتشون 7 هفته به مدت 7 هفته. If you have any final words. دیگه تمام. بله، مرسی از شما. زحمت کشیدید. من چون پاس دادم به سعید زنگدش.
من بیام سیم هم بله مشکل میشه نه همینجا من هر کاری داشتم انجام میدم. مرسی. مرسی از آقا سعید جهانگیری، جواد ماهری، هر دو دوستای گلم هستن. وقتی شوخی هم میکنیم به خاطر سابقه دوستی بسیار دیرینه است، مخلصیم و هر برنامه‌ای هم که این بزرگواران بودن از برنامه‌های خوب در اومده، خیلی خوب و کارشناسی خوب و گپ و گفت و و چقدر قشنگ‌تر شد که با این پیروزی طوفانی همراه شد. از بچه‌های سپاهان تیوی یک دنیا ممنون. از صادق احمدی کارگر تلویزیونی ما که خیلی زحمت میکشه برای برنامه‌های ما، علی میرزایی نازنین از تصویردهان خوب اصفهان، مهدی الماسی عزیز، مهدی حاج عباسی، سایر بچه‌ها در اپلیکیشن با سامدیا، روابط عمومی باشگاه، صادق میرصالحیان، امیر حسین رضی، بچه‌هایی که در بخش‌های مختلف باشگاه نقش جهان کمک می‌کنن. خب می‌دونید که ما همه استودیوهامون، حالا 3 تا استودیو در باشگاه نقش جهان داریم، تو سالن‌های دیگه مثلا سالن 25 آبان، سالن میسمی که مختص والیبال هم استودیوهای خاص خودمون رو داریم، ولی پایگاه اصلیمون در باشگاه نقش جهان با 3 استودیو و دفتر مرکزی که داریم. خیلی مدیریت و بچه های نقش جهان کمکمون میکنن و دمشون گرم و به امید تداوم این پیروزی های طوفانی با همه تو خداحافظی میکنم و مثل همیشه در پایان برنامه ها بعد از خداحافظی میگم زنده باد ایران، پاینده باد فولاد مبارکه سپاهان. این ترانه بهترین بهانه واسه از خوندنه، واسه یه قهرمانی که توی شهر منه. من و تو با هم میتونیم که به ابرا برسیم، وقتی که اسم سپاهان حکی روی قلب منه.